عرض سلام به موشنه. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان. سپاسگزارم از آقای دکتر میری بابت تشکیل این جلسه. خب بحث من در مورد خرد ایرانیه. من مخصوصا کلمه خرد رو به جای شاعرانگی به کار میبرم، کاملا آگاهانه است. بحثم رو با یک مقدمه شروع میکنم که یک بحث اجتماعی تاریخیه، اما سعی میکنم که بحثم از یک سطح اجتماعی به یک سطح متافیزیکی اونتولوژیک به اصطلاح ارتقا پیدا کنم. این اواخر کتابی رو دیدم و خوندم از ریچارد رورتی با عنوان چگونه یک کشور کشور میشود، و الان مدتی است که دغدغه من هست که چگونه ایران میتواند ایران شود. به تعبیر رورتی، فیلسوف نو پراگماتیست و پست مدرن آمریکایی، یکی از شرایط مهم و بنیادین برای کشور شدن یک کشور وجود تاریخ مشترک. البته مراد او از تاریخ مشترک حس تعلق به یک تاریخ مشترک، و الا همه ما ایرانی ها و مثل برخی از همکارانمون بهرن تاریخ مشترکی داریم. من این رو به عنوان صرفا یک بخشی از پروژه فکری اجتماعی و فلسفی خودم عرضه می کنم. من فکر می کنم خرد ایرانی که خودش رو در شاعرانگی ایرانی نشون میده، و من نسبت خرد و شاعرانگی رو اگر شد یک بازگشتی خواهم کرد، مؤلفه های بسیار بسیار بنیادینی داره که میتونه یک سرمایه اجتماعی تاریخی فرهنگی عنوان یک شیرازه‌ای که میتواند این ملت رو ملت بکنه و به هم پیوند بده قرار بگیره، و میتونه یک سرمایه تاریخی و فرهنگی برای ملت شدن ملت باشه. دوستان از دغدغه توسعه صحبت میکنن، از دغدغه تجدد صحبت میکنن. یک ملت برده نه تجددی خواهد داشت نه توسعه‌ای. تنها یک ملت میتواند صاحب توسعه باشد. ملت یک مجموعی از شرکت‌ها نیست که بتوانیم با تزریق پول اون رو به توسعه دست پیدا کنیم. مثلا در بعضی از کشورهای منطقه می‌بینیم که رنگ و لعابی دارن، اما بیشتر به یک عروسک شبیه هستند. ما داریم در مورد یک ملت بزرگ، در مورد یک قوم تاریخی به نام ایران صحبت می‌کنیم. اما متاسفم و با بغض متاسفم که تمام تلاش‌های ما در دوران کنونی در جهت تخریب میراث عظیم تاریخی است که ما از اون برخورداریم، و در دوره معاصر ما که دوران انحطاط ماست و برخی اون رو دوره اوج می‌گیرن و فکر می‌کنن به تفکر رسیدیم، در واقع خودمون با دستان خودمون تیشه به ریشه فرهنگی و میراث تاریخی عظیم خودمون میزنیم و سرمایه عظیمی تاریخ عظیم تاریخی خودمون رو به خنزر پنزر اون پیرمردی که در بوفه کور هست تشبیه میکنیم. وا اسفا. و امروز با این خودزنی، با این تیشه به ریشه زدن، شاهد ظهور نسلی هستیم که آنچنان دچار گسست و انقطاع تاریخی از میراث تاریخی خودش و از خرد خودش شده، و آنچنان این گسست در واقع به اوج خودش رسیده، و بدین طریق در حالی که ملل نوظهوری مثل آمریکا و بسیار از کشورهای اروپایی آسیایی، خیلی از کشور اروپایی که تاریخشون به 800 سال نمیرسه، اونها در جهت ملت شدن خودشون میکوشن، ما ایرانیان اکثر قریب به اتفاقمون که دیرینه ترین ملتی هستیم که در تاریخ جهان وجود داره، و نه یونان با ما قابل مقایسه است و نه مصر، تاریخ حدود 10,000 سال و حداقل تاریخ حدود 7,000 سال داریم، و حتی قدیمی تر از یونانی ها و قدیمی تر از مصری ها، در جهتی معکوس متاسفانه طی طریق میکنیم و ملت خودمون رو و سرمایه عظیم تاریخی خودمون رو به سوی نوعی فروپاشی و از هم گسیختگی فکری
و فرهنگی سوق میدیم. همینجا من صراحتاً محکوم میکنم همه روشنفکران و نوگرایانی رو که با تکیه بر عقلانیت جدید و با تکیه بر توهمی و خرافه‌ای به نام عصر پیشرفت احساس استغنا از تمام میراث تاریخی ما قبل بشر رو بیان میکنن، صراحتاً اعلام میکنم یک خرافه است، خرافه جدید. آنان که اسیر این دایکوتومی هستند که معرفت فقط در دوران جدید است و هر آنچه که غیر از دوران جدید است همه وهم بوده، همه خیالات بوده، همه علم خفیه بوده و همه اسطوره بوده در معنای منفی کلمه، این گروه به سبب شیفتگی به عقلانیت جدید و با تکیه بر خرافه اصل پیشرفت و با تفسیر خطی از تاریخ و تن دادن به سلبیت اندیشی ایدئولوژیک عقل روشنگری، میراث تاریخی ما رو تحقیر میکنن و نسبت بدون کینه توزانه برخورد میکنن، بی آنکه فهمی از پدیدارشناسی سنن تاریخی و پدیدارشناسی فرهنگی داشته باشن و اون رو عامل تهجر، عامل تصوف بازی، عامل خرافه‌گری، ضد خردگرایی و ضد اجتماعی تلقی میکنن، یا در بهترین وجهش نسبت بدون بی‌تفاوتن، یا صرفاً اون رو نوعی زینت ادبی و حاشیه غیر اصیل در زندگی مدرن امروز برمی شمارن. من همچنین حوزه‌های علمی خودمون رو محکوم میکنم و متهم میکنم که بخش عظیم حوزه‌های ما در واقع فقه الاصغر شریعت رو جایگزین فقه الاکبر خرد ایرانی کردن در فهم امر دینی و معنوی و چهره‌ای بسیار ظاهرگرایانه و بیگانه از زمان از سنت تاریخی رو ارائه دادن. من قدرت سیاسی و انقلابیون ایران رو، کسانی که در گفتمان انقلاب میاندیشن و به قدرت رسیدن، اما این گروه نیز در بستری از ناآگاهی و ناخودآگاهی ایدئولوژی رو جایگزین خرد و حکمت ایرانی کردن، من انتقاد خودم هم به اونها شدیداً بیان میکنم. من انتقاد خودم رو به برخی از شخصیت‌های علمی خودمون که اندیشه به اصطلاح ایران شهری رو مطرح میکنن و امری توهمی رو که بیشتر به خرد یونانی نزدیکه جایگزین خرد ایرانیگی میکنن و شاعرانگی ما رو که خرد قومی ما رو تبلور میبخشه رو در واقع عامل انحطاط، عامل تصوف زدگی و عرفان بازی تلقی میکنن و خرد قومی و تاریخی ما رو یکی از مهمترین مؤلفه‌های تاریخ زبان و انحطاط ما تلقی میکنن. من با این عزیزان هم فاصله گذاری خودم رو بیان میکنم. من با نسبت روشنفکران به اصطلاح دینی خودمون هم فاصله گذاری میکنم و انتقاد خودم رو مطرح میکنم که چگونه معرفت شناسی و هرمونتیک سوبژکتیویستی دوره جدید رو جایگزین حکمت و خرد ایرانی ما میسازن. این دسته از افراد اونجایی هم که به حکمت و شاگرد شاعرانگی ایران رجوع میکنن، اگرچه نه همیشه، لیکن غالباً روی کردی ادبی، عاطفی، روانشناسانه، زیبایی شناسانه و نهایتاً اخلاقی به سنن ادبی و شاعرانگی ما دارن و نه روی کردی حکمی، متافیزیکی، وجود شناسانه، معرفت شناسانه و آنتروپولوژیک. میبینیم که چگونه اکثر قریب به اتفاق ما ایرانیان در دوران انحطاط کنونی چگونه دست به دست هم دادیم تا میراث عظیم تاریخی و فرهنگی خودمون رو با دستان خودمون به سوی نابودی سوق بدیم. به همین دلیل امروز ما با جامعه و نسل‌های جوانی از درون تهی شده و کشوری که سرمایه اجتماعی و تاریخی اون هر روز کاسته و کاسته میشه و بیم و کینه و عدم اعتماد اجتماعی در واقع جایگزین شده روبرو هستیم. شاعرانگی ما در واقع سرمایه اجتماعی و تاریخی بزرگ ماست و میتونه این شاعرانگی اگر درست فهم بشه به منزله یک سرمایه تاریخی برای بسیاری از آرزوها، آمالی که ما ناخودآگاه و در یک فضای غیر تاریخی و اسیری به دنبالش هستیم به ما یاری برسونه. ای کاش در میان ما به جای روشنفکران متفکرانی ظهور پیدا میکردن که عظمت میراث تاریخی ما قبل مدر ما رو درک میکردن و ما رو برای یافتن ریشه هامون که گم کردیم یاری میدادن و در رجعت و تجدید عهد با اون میکشیدن.
من به همه جوانان، به همه دوستانم، به همچنین به قدرت سیاسی پیشنهاد میکنم، اون یک راه حل عملی، حتی هر کدومتون میتونید بکوشید در خانه ها، در انجیو ها فضاهایی ایجاد بکنید. سعدی بخونیم، نظامی بخونیم، فردوسی بخونیم، حافظ بخونیم، میتواند به ما قدرت ببخشه. خب این مقدمه نسبتاً طولانی، بحث خودم رو از طرح یک پرسش بنیادین آغاز میکنم. پرسش من اینه: چرا گذشتگان ما، به خصوص شاعران ما، مرادم چهرهایی چون فردوسی، سنایی، نظامی، عطار، خیام، مولوی، سعدی و حافظ، تا آن حد متفکرانه آثار عظیم، سترگ و ماندگار خیش رو می آفرینن، اما امروز ما چنین قدرتی نداریم؟ چرا این آثار بعد از گذشت قرون متمادی هنوز تراوت بخش و زینت بخش روند تفکر، گفتارها و نوشتارهای یک نواخت، بیروح، ملالاور و ستایقاز ما هستن، اما خود هرگز کهنه و یک نواخت نمیشن؟ آثار شاعرانگی گذشتگان ما چگونه خانیست که قرنهاست موسیقی و خط و معماری و نقاشی و سفالگری و دیگر هنرهای ما بر سر آنها نشستند و هنوز سیر و سیراب نمیشن، گویی این سفره ناتمام شده نیست؟ چه چیز در گذشتگان ما وجود داشت که آنها را به این مقام رسانده است؟ این همان چیزیست که تفکر مدرن، تجددگرایان ما و سنتگرایان بریده از سنت ما هیچ درکی از اون ندارن و بیهوده به در و دیوار میزنن. چرا خلق انبوه آثار ما از یک چنین اوصافی برخوردار نیست؟ به راستی راز جاودانگی آثار جاودانه چیست و چه چیز به آثار شاعران بزرگ ما جاودانگی میبخشد؟ این چیزیست که کمتر مورد تأمل قرار میگیره. بیاییم ادبیات امروز ما رو با ادبیات گذشتگان مقایسه بکنیم. شما در شعر گذشته ما معجزه کلام رو میبینید، زیبایی شناسی رو در اوج میبینید، نمادهای بزرگ زیبایی شناسی و پیوند اثر هنری با امر دینی و معنوی و اخلاقی رو میبینید، پیوند خیر، زیبایی و حقیقت رو آن هم در اوج در این آثار میبینید. فصاحتی تقلید ناپذیر، کی میتونه تکرار حافظ باشه؟ کی میتونه تکرار فردوسی باشه؟ کی میتونه تکرار مولانا باشه؟ بسی درد و با اسفا. هرمان ماسه ادیب و زبان شناس به اروپایی ها میگه میخواید بگن فردوسی کی بود؟ کسی بود شبیه هرودت ما؟ کدوم غربی هرودت رو تحقیر میکنه که ما فردوسی رو تحقیر میکنیم؟ تویی که غرب متجدد الگوی توه و دائما از اونجا داری مسئله ما رو ببینی، چه کسی در غرب هرودت رو تحقیر میکنه؟ میگه میخواید بگم سعدی کی بود؟ سعدی شبیه آناتول فرانس ما بود. میخواید بگم حافظ کی بود؟ حافظ شبیه گوته بود. میخواید بگم مولانا کی بود؟ در طول جهان حتی یک نفر رو نمیشناسم که او رو به او تشبیه کنم. یک چنین یگانگی، یک چنین منحصر به فردیتی، این از کجاست؟ این حاصل بخت شایگان یک جا میگه حاصل بخت، به هیچ وجه. یک جا میگه حاصل معجزه است. این معجزه رو بیایم روش بیاندیشیم، این معجزه از کجاست؟ بسیار تحقیرآمیزه که به سهولت ما این عظمت رو نادیده بگیریم و بهش نیندیشیم و این نااندیشگی رو به عنوان اندیشه به خورد جامعه بدیم. اصالتی تکرار ناشدنی، زبان
آنچنان اوج میگیره که گویی زبان بشری نیست. این اتفاقی نیست که به حافظ میگن لسان الغیب، ترجمان الاسرار. با حافظ غزل آنچنان اوج میگیره، آنچنان عظمت پیدا میکنه که هیچ شاعری به جایگاهی به چنین رفعتی نمیتونه دست پیدا کنه. و فکر میکنم بگیم تا قرنها بشریت نمیتونه شاهد ظهور یک چنین امری باشه. اما چرا این شاعران صرفا متعلق به گذشته یا دوران تاریخی خاصی نیستند، بلکه به تعبیر شاعران بزرگ مخاطبان دائمی و همیشه حاضرند؟ این امر امیرها، امر همیشه حاضر، امری است که باید و میتواند و باید متعلق تفکر ما قرار بگیره. چه چیز در این آثار وجود داره؟ چه چیز در این آثار وجود داره که آنها را مخاطبان همیشگی میکنه، اما حرفای عبدالکریمی از این در که بیرون میره دیگه گوش شنوایی نداره، یا فوقش تا 5 سال دیگه، تا 10 سال دیگه حرفا مشتری داشته باشه، بعد تمام میشه. فرق این سخن با اون سخن کجاست؟ چه چیز در این آثار اونها رو در برابر فرسودگی و کهنگی گذر ایام و آثار چنین روینتن کرده؟ چطور با این بزرگان مفاهیمی ترجمه ناپذیر شکل میگیره؟ مفهوم رند حافظ رو ترجمه کنید، چگونه میشه این مفهوم رو به زبان دیگری تجربه کرد؟ و به قول شارل دوبو که شایگان ازش نقل میکنه، ترجمه ناپذیرترین واژه ها پرمعنی ترین آنهاست. این کلمات امهات دنیای تفکر و احساس است که در متن خانواده بزرگ بشریت به هر قومی آن چیز را میبخشد که باید آن را فردیت متافیزیکی بخشید. فردیت متافیزیکی ما از کجاست؟ از شاعرانگی ما. چیزی که ایرانی رو ایرانی میکنه و این قوم تاریخی رو از دیگه بر اقوام جهان متمایز میکنه شاعرانگی ماست. جمال شناسی و زیبایی شناسی جادویی که به هیچ وجه نمیشه تحلیلش کرد. یک تحلیل ناپذیر دقیق از این جمال شناسی امکان نداره. چیزی وجود داره که به هیچ وجه به زبان منطقی نمیشه توصیفش کرد. شاعران ما تعیین کننده زمان تاریخی ما هستند. تاریخ امری تقویمی و کرونولوژیکال نیست. تاریخ امری اکزیستانسیله و شاعران ما به ما تاریخیت میبخشن. ما حافظ رو با قرن 8 نمیشناسیم، قرن 8 رو با حافظ میشناسیم. قرن 7 رو با مولانا و سعدی میشناسیم. بدون سعدی، بدون حافظ، بدون مولانا ایرانیت معنا و مفهومی نداره که تو بخوای به مسئلهش بیندیشی. قوام ایرانیت به این میراث بزرگ تاریخیه. شاعران تعیین کننده چارچوب های معنایی و تاریخی هستند. هیچ قومی بدون چارچوب های معنایی و تاریخی در یک فضای اسیری، در یک فضای متاهیستوریکال، در یک فضای بیرون از زمان و بیرون مکان زندگی معنا نداره. مگه قوم هند رو بدون بودا میشون تصور کرد؟ این شاعران فقط شعر نگفتن، علم خفیه نگفتن، چارچوب های معنایی یک قوم بزرگ تاریخی رو برای زیستن فراهم کردن. ما در این فضا زندگی کردیم. از تجربه جوری صحبت میکنید انگار مثلا یک، به قول دوستمونی که امر آمپریستی، چند تا حس داریم و این متعلق ابژه تجربه میکنیم. تجربه یک امر زیسته است. تجربه در چارچوب های تاریخی معنایی فرهنگی صورت میگیره.
این چارچوب های معنایی است که به چشم من میگه چه ببین، این چارچوب های معنایی است که به ذائقه من میگه چه بچش. آثار این بزرگان، در آثار این بزرگان چه وجود داره که به تار و پود هستی اجتماعی و تاریخی من رسوخ کرده، به هستی و تاریخ پود هستی اجتماعی تاریخی ما رسوخ کرده؟ چرا نوشته های من چنین نقشی نمیتونه ایفا کنه؟ چرا نوشته های آقای دکتر محدثی و دکتر محمدی نمیتونه چنین نقشی ایفا بکنه؟ چرا ما زور میزنیم چنین اثرگذاری داشته باشیم؟ نمیتونیم داشته باشیم. و چه چیز در این آثار وجود داره که به روح یک ملت بزرگ رسوخ پیدا میکنه؟ این چه چیزیست؟ در آثار اینها تکیه بر چه چیزی وجود داره که چنین اقتدار وجودی و آزادگی رو به اونها بخشیده؟ اونها بر چه حقیقت مطلق و لایزالی تکیه کردن که فراتر از پادشاهان و امپراتورها و فراتر از همه قدرت‌های زمان و خارج از حیطه قدرت آنان خودشون رو قرار میدن و قدرت‌های قاهر رو به هیچ میگیرند؟ این جمله سعدی که میگه بترس از خدای و مترس از امیر، به یک حقیقتی تکیه کرده، به یک حقیقتی تکیه کرده، فضای زیستی برای تو ایجاد میکنه خارج از اقتدار تمامی قلدال‌ها و قدرت‌ها و به اصطلاح شمشیر به دست‌ها. بله بله نه آقای دکتر، ببینید این که من با این قدرت، این که من قدرت رو به رسمیت نمیشناسم، اما در دل همین ساختار قدرت افراد انسانی وجود دارن که من میتونم رابطه انسانی باشون برقرار کنم. شیرو گره امروز ما رو باز کنیم، میگم با سعدی مشکل داریم. چش گره امروز اول باید اول ببند بفهمونه که گره چیه. ما حافظ شناسی ما داریم، یه سعدی شناسی گفتیم، مگه ما بلندهای اوج شعری سعدی رو نفی کردیم، حافظ رو نفی کردیم، فردوسی رو؟ گره امروز ما رو باز کنیم. حتما چشم. این که چه چیز داریم؟ شاعران ما که باطنی ترین اندیشه ها رو داشتن اما مردمی ترین هم بودن. چطور حافظ و مولانا اینا باطنی ترین شاعران ما هستن اما در این حال مردمی ترین شاعران ما هستن؟ چه چیز در آثار اونها وجود داره که در هر خانه دیوان مولانا و دیوان حافظ هست؟ نه میخوام اینو بیان نشه آقا، دستتون اینطوری نکن، نکته مهمی. چرا در شعر شاملو این وجود نداره؟ اینو باید بیان نشیم. از زمانی که مال شاملو هم وجود نه اصلا چنین نیست. از زمانی که ما به این امر رو اجازه آقا به چیز اشاره کرد که امروز هم درد جامعه ما، از زمانی که این امر امر اندیشیدنی رو نااندیشه کردیم در واقع به این روز افتادیم. تاریخ انحطاط ما از زمانی است که آنچه اندیشیدنی است مورد غفلت واقع شد. چشم. این که در این اشعار، این که در حافظ و فردوسی اینها عارفانه ترین اشعار رو، پیچیده ترین اندیشه ها رو و باطنی ترین حقایق رو بیان میکنن، اما زبان رمزآلودشون مورد قبول عمومی یک قوم تاریخی قرار میگیره، اینکه اینها میتونن با عمیق‌ترین لایه‌های وجودی انسان برقرار رابطه برقرار کنن. من دلیلش رو میدونم که این شاعران بزرگ ما در یک امر تعین‌ناپذیری خانه کردن و از جای تغذیه میکنن که به شعر اونها قنای وصف ناپذیر میبخشه و اشعار اونها رو سرشار و وصف ناپذیر میکنه و به حضور شاعر به عنوان یک سالک مسیر هستی آنچنان عشق و قدرتی میبخشه که وجود شاعر به شعر تبدیل میشه. اما چه کسی میتونه میراث تاریخی رو درک بکنه
برای کسی است که میراث تاریخی ما قبل مدرن باهاش براش اهمیت داشته باشه. کسی احساس من رو نسبت به سنت تاریخی یا خودمون پیدا میکنه که اولا از خرافه اصل پیشرفت رهیده باشه، از سنویت و دایکوتومی ایدئولوژی که جهل علم دوره عقل روشنگری رهیده باشه و فکر نکنه علم فقط در دوره جدیده و کل سنن ما قبل مدرن هیچ بودن و اوج بشریت در دوره جدیده و همه چیز رو بخوان از چشم تجدد ببینن، باید نیهیلیسم جهان کنونی رو تجربه کرده باشید و با جان زیسته باشید و به این آگاهی رسیده باشید که چگونه سوبژکتیویسم متافیزیکی و به تبعش سوبژکتیویسم جدید، همون چیزی که روشنفکران ما با شیفتگی ازش دفاع میکنند، چگونه این سوبژکتیویسم متافیزیکی و سوبژکتیویسم جدید به این نیهیلیسم وحشتناک دوره کنونی در واقع منتهی شده. اگر کسی این رو با جان خودش آزموده باشه، آنگاه میفهمه که سنن ما قبل مدرن، به خصوص سنت حکمت و خرد ایرانی که در یک فضای غیر سوبژکتیویستی به اصطلاح شکل گرفته و در یک زیست جهان غیر سوبژکتیویستی گرفته و در یک نظام اندیشگی غیر سوبژکتیویستی رو عرضه میکنه، از چه عظمتهایی برای روزگار ما میتونه برخوردار باشه و چگونه میتونه با مسئله امروز ما ارتباط برقرار کنه. کسی میتونه اهمیت سنت تاریخی ما رو درک بکنه؟ که بر منطق شرق شناسی اورینتالیسم و یورسنتریسم غلبه پیدا کرده باشه. اکثر صحبتهایی که من دوستان خودم شنیدم، باید اعتراف کنم با پوزش اگر خشونت گفتاری، کاملا از منطق یورسنتریسم و منطق اورینتالیسم دارم به تاریخ خودشون نگاه میکنن و همونها رو بلغور میکنن، همون هاست و نوعی توهی شدگی این تاریخ رو دارن رقم میزنن و برش دست میگذارن. خرد ایرانی همچون همه سنن، من نمیخوام فقط از ایران دفاع کنم، اما خرد ایرانی همچون همه سنن غیر متافیزیکی یکی از زیباترین، غنیترین و عمیقترین سنن تفکر غیر سوبژکتیویستیه. اما در اینجا این بچه مسئله رو داشته باشیم که من به نوعی بازگشت به سنت تاریخی خودمون دعوت نمی کنم، چرا که اولا این بازگشت امکان ناپذیره، ما نمیتونیم به گذشته بازگردیم، چرا که اساسا به صور زندگی پیشین نمیتوان بازگشت. اما من دعوت میکنم به گفتگو و دیالوگ جدی و اصیل و نوعی ترانسندنس. همینجا نشستیم و همه تاریخ رو از اینجا میخواییم ببینیم. به مولانا نصرالدین گفتم مرکز زمین کجاست؟ گفت همینجا که من هستم. اینجا نشسته تمام تاریخ بشریت رو میخواد بر اساس نگاه تجدد تفسیر بکنه. انسان با زمان و تاریخ نسبت داره، اما انسان ترانسندنس هم هست. یکم بکوش، یکم از این نقطه پاشو پا به زیست جهانهای دیگر بگذار، امکانهای دیگری هم که در برابر بشر هست ببین، اونگاه مقایسه کن، ببین سنن تاریخی دیگه چه امکاناتی در برابر تو قرار میدن. در این که تجدد و تمدن جدید غربی قدرتمندترین و ثروتمندترین تمدن تاریخ بشری شکی نیست، در این که با تمدن جدید غرب و مدرنیته، با ظهور علم جدید و تکنولوژی جدید، چهره کره زمین به معنای واقعی و راستین کلمه برای نخستین بار تغییر کرد، هیچ شک و تردید نیست. اصلا صحبت این نیست که چراغ رو خاموش کنیم، کامپیوتر رو خاموش کنیم، بریم دنبال اصل هر جایی. حرفای احمقانه کی همچی حرفایی زد؟ اما مسئله اینجاست. آیا مسئله اینجاست؟ انسان رو در علم و تکنولوژی میتوان خلاصه کرد؟
آیا زیست انسانی به وجوه دیگری غیر از علم و تکنولوژی نیازمند نیست؟ چرا مغالطه میکنیم؟ من فکر میکنم، من اگر بر سنت تاریخی خودم، بر خرد ایرانی تکیه میکنم، به این معناست که من از نگاه مدرن کمی فاصله بگیرم، یک نوع اوتو رفلکسیون داشته باشم، پا به زیست جهانهای دیگر بگذارم، امکان یک نوع دیالوگ رو فراهم بکنم. و البته حرف من اینه که بصیرت‌های بنیادینی در همه سنن ما قبل تاریخی مثلا وجود داره، سنن تاریخی ما قبل مدرن، از جمله در سنت تاریخی ما بصیرت‌های بسیار بنیادینی در مورد جهان، در مورد انسان، در مورد رابطه انسان با خودش، در مورد رابطه انسان با جهان، رابطه انسان با دیگری وجود داره. و بیایم بیاندیشیم که چگونه میتوانیم این بصیرت‌ها رو به افق تاریخی خودمون وارد بکنیم. و این کار ساده ای نیست. این اندیشیدن به امکاناتی که سنن تاریخی دیگر در برابر ما قرار میدن، آمادگی ما رو برای تفکر فراهم میکنه. و این آمادگی برای تفکر سبب میشه شاید نوع دیگری از جهان و نوع دیگری از تفکر ظهور پیدا بکنه. وگرنه تجدید عهد با تاریخ گذشته به معنای بلغور کردن گذشته نیست، به معنای تکرار کردن نیست، به معنای جلسات حافظخونی صرف و نمیدونم اینها نیست. خب یک فراز دیگه، اهمیت شعر ایرانی. واقعیتش اینه به ذرس خاطر معتقدم که خرد ایرانی رو باید در شعر ایرانی جستجو کرد. متفکر قوم ما، متفکر قوم تاریخی ما ایرانیان، حافظ مولاناست. مولانا و حافظ و سنایی و نظامی و سعدی بیش از فارابی و ابن سینا و بهمنیار و نمیدونم ملا صدرا و سهروردی خرد قومی و تاریخی ما رو منعکس میکنن. من از بحث نیچه و هایدگر و شوپنهاور میگذرم که چگونه به شاعرانگی و هنر به منزله منجی بشر امروز در برابر جهان تکنولوژیک نگاه میکنم. از این بحث میگذرم چون دوچار سوء تفاهم ممکنه بشیم، وقتم نیست البته. اما من صبح متاسفانه نبودم، اما اکثر بحثایی که بعد از اون صورت گرفت مبتنی است بر یک نوع دایکوتومی میانه شعر و تفکر، شور و شعور. دوستانی که از خرد و عقلانیت صحبت میکنن به گونه ای صحبت میکنن که انگار معنای عقلانیت روشن و یک برساخته تاریخی رو به منزله عقلانیت در ذهن خودشون متصورن و همه چیز رو با اون میسنجن. اما تمام مسئله اینه که what is rationality؟ عقلانیت چیه؟ خود اینکه عقلانیت چیه خود یک مسئله است. ما این مسئله رو ساده میگذاریم و ما فقط یک تجربه از عقلانیت داریم و اون عقلانیت متافیزیکی یونانیه که نهایتاً به عقلانیت دوره جدید منتهی شده. اومد اینجا بگی وقت تمامه؟ نه ها؟ من چم مونده؟ یک ساعت دیگه تمام. ما دوچار یک ثنویت اندیشی هستیم که شور رو همواره در برابر شعور قرار دادیم. اما ما میتوانیم از نوع دیگری از عقلانیت صحبت بکنیم که این عقلانیت عین شورمندی است و بر اون دایکوتومی غلبه پیدا بکنیم. ما غالبا تحت تأثیر ناخودآگاه و تحت تأثیر تفکر متافیزیکی عقلانیت دکارتی جدید رو در برابر شعر قرار میدیم. شعر رو در برابر شعور و هنر و زیبایی رو در برابر علم و حقیقت، تفکر رو در برابر شاعرانگی و عقلانیت و خرد رو در برابر احساسات و اراده قرار میدیم. اما توجه داشته باشید
عقلانیت متافیزیکی. آقای دکتر محمدی عزیز، آقای دکتر پور حسن عزیز، عقلانیت متافیزیکی مطلق عقلانیت نیست، صرفا یک شیوه عقلانیت. این مغالطه بزرگی است که میگید عقلانیت یعنی عقلانیت متافیزیکی. تفکر متافیزیکی صرفا یک شیوه تفکر و نه یگان شیوه تفکره. اما ما از شیوه های دیگر تفکر هم میتوانیم صحبت کنیم، ما از شیوه های دیگر عقلانیت هم میتوانیم صحبت بکنیم. افلاطون بنیانگذار سنت تفکر متافیزیکی یونانی معتقد بود، همونجور که خود واژه فلسفه نشان میده، فلسفه فیلوسوفیاست، صوفیا بدون فیلو نمیشه، حکمت بدون شور و عشق نمیشه. افلاطون، ما امروز افلاطون رو با حرفای خودمون میسنجیم، درسته که فهم خودمون از عقلانیت باید با افلاطون مقایسه کنیم. افلاطون معتقد بود پیوندی وسیق و نازودودنی میان تفکر و اروس یعنی عشق وجود داره. تا اونجا که افلاطون میگفت تفکر همان اروس است، تفکر یعنی عشق. به راستی چرا در روزگار ما شعر و تفکر هر دو با هم ویران شدن، اما در گذشته شعر و تفکر هر دو با هم در اوج بودن؟ چنین نیست که امروز تفکر شاعرانه ما نزول پیدا کرده ولی تفکر عقلانی ما اوج گرفته. امروز شعر و تفکر هر دو در حدیث و ذلت. و در روزگار گذشته آنگاه که شاعرانگی ما در اوج بود، تفکر قومی ما هم در اوج بود. پیوند وسیق میان شعر و تفکر وجود داره. هایدگر پاسخ به این پرسش رو که را شعر و تفکر هر دو در روزگار ما به صلاح دوچار حضیزه، با نقل قولی از هولدرلین شعری داره به نام سقراط و آلکیبیادس. در اون شعر هولدرلین میگه آن که به ژرف‌ترین امور اندیشیده به پرشورترینان عشق می‌ورزد. تکرار میکنم شعر هولدرلین رو، میگه آن که به ژرف‌ترین امور اندیشیده به پرشورترینان عشق می‌ورزد. به اعتقاد هایدگر نکته محوری پیوندی است که میان اندیشیدن و عشق ورزیدن وجود داره. و هایدگر میخواد نتیجه بگیره که شاعر بزرگ آلمان هولدرلین، همون آلمانی که امروز اوج توسعه است و هولدرلین شاعرونه، برای این شاعر آلمانی دوست داشتن و تفکر استواره. و این خودش نوعی خردگرایی است، این خودش نوعی راسیونالیسمه، البته با راسیونالیسم دکارتی متفاوته، با راسیونالیسم دکارتی متفاوته. و من به تبع هولدرلین میخوام حرف دیگری بزنم. حرف من اینه، تنها آن کس که به پرشورترین امر عشق می‌ورزد میتواند ژرف‌تر و نیز به ژرف‌ترین امور بیندیشد. شاعران ما چون به ژرف‌ترین امر عشق می‌ورزیدند، نظام اندیشگی بلند پایه‌ای رو برپا ساختند. در هیچ فرهنگ دیگری، این رو شایگان میگه و من ازش میپذیرم، در هیچ فرهنگ دیگری غیر از فرهنگ ایرانی تفکر و شعر چنین همزیستی انتخاب به اصطلاح اعجاب آمیزی رو نداشتن. اصلا چنین نیست که شما در حافظ با شعر روبرویید. حافظ متفکر قوم تاریخی ماست. نگید مولانا شاعره، مولانا متفکر ما ایرانیانه. این دایکوتومی رو تو ذهنت ساختی و میای شعر رو در یک سو قرار میدی و تفکر رو در یک سو، این دایکوتومی مال دوره جدید و مال توه. و همین مانع بزرگیست که تو رو از فهم سنت تاریخی خودت منع میکنه. تو جوری راجع به سنت تاریخی من حرف میزنی که انگار فقط علوم خفیه بوده، فقط در عالم هپروت بودن، انگار تو همین 200 سال پیش شمشیرهای همین فرهنگ، همین مسلمانها زیر گردن اروپایی‌ها بود، بزرگترین امپراتوری‌ها رو داشتن که نصف جهان رو داشتن حکومت می‌کردن.
آنچنان میگی که انگار در عالم کورغلیایی بودن، نه تمدنی بوده، نه معماری بوده، نه نمیدونم آبکشی بوده. همین الان پل‌های مدرنی که شما ساختید فرو ریخته در همین سیلای اخیر. پل‌هایی که مال 700 سال پیش بوده باقی مونده. عقلانیت، مدنیت اینطوری نبود که فقط نشستن قربون صدقه خدا رفتن و بعد مدنیت رها شده و تو آسمون سوراخ شده، غرب جدید اومده، تو روشنفکرم اومدی، حالا به من میخوای بگی که در طول تاریخ در عالم هپروت بودی؟ حالا نه، من میخوام به تو بگم بیا به عالم زمین، حضور نداشتی. من میخوام عین بی حضوری خودت رو حضور میبینی و عین حضور اون رو بی حضوری میبینی. بارها تکرار کردم خرد ایرانی رو بیش از هر کجا در کجا باید جست؟ در فقه، در تفسیر، در علم کلام، در علم اصول؟ به هیچ وجه. در فلسفه فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق و ملا صدرا نمیگم در اونجا خرد وجود نداشت، اون خرد با این شعر نسبت داشت، اما اونجا یونانیت هم حضور داره. شعر ما عقلانیت ماست، شعر ما عقلانیت ماست. من میترسم پرحرفی کرده باشم. من دوست دارم به پاری از مؤلفه‌های بنیادین خرد ایرانی اشاره بکنم. این مؤلفه‌های بنیادین رو در حوزه‌های اونتولوژی، در حوزه اپیستمولوژی، در حوزه آنتروپولوژی و در حوزه اخلاق نشون بدم. حقیقتاً در اوج خطاب نمیگم، ای کاش فرصت داشتم تک تک اینها رو من مقایسه میکردم. ببینید، یک معلم فلسفه هستم، تاریخ 2500 سال تاریخ فلسفه رو یه تورقی کردم، چون ایرانه میتونم مدعی باشم 2500 سال تاریخ فلسفه درس دادم، قرون وسطا درس دادم، یونان درس دادم، فلسفه جدید درس دادم، فلسفه معاصر درس دادم، حتی اروپا بود این ادعا نمیکردم. خب ایران میشه همش درس داد. به عنوان یک معلم فلسفه وقتی من به تاریخ خودمون نگاه میکنم، از عظمت این حکمت، از عظمت این فرهنگ نفس در سینه من حبس میشه. من بیشتر از آقای محمدی کانتو دکارت خوندم، او نخونده با این شیفتگی دفاع میکنه، من خوندم، اصلا قابل مقایسه نیست. رفعت اندیشه رو وقتی میخوای در خرد ایرانی، یعنی در حافظ و مولانا و فردوسی دنبال بکنی، والله نفس در سینه من حبس میشه، نمیتونم پا به پای اندیشهشون اوج بگیرم. و حقارت امروز، انسان امروز و ایرانی امروز و سوژه امروز رو میبینم، قلبم متاثر میشه. یکی از ویژگی های این اونتولوژی، جهانی رو عرضه میکنه با جهان ما بسیار متفاوته. یعنی آنچه که امروز ما میگیم هست، او میگه نیست، و آنچه که امروز ما میگیم توهمه، او میگه هست. ما امروز اسیر رئالیسم جدید هستیم. رئالیسمی که ما میگیم رئال، امر رئال با رس در زبان لاتین با رس هم خانواده است. رس یعنی شی ممتد. در نگاه جدید که علم جدید هم بر اون مبتنیه، امر ممتد واقعیت بنیادینه. البته با تغییر تحولاتی که حالا توی علم و اینها پیدا کرده، اما در نگاه گذشتگان، در نگاه گذشتگان آنچه که امروز ما میگیم واقعیت و دکتر محدث عزیز و نازنین میگه باید چشم ما به این باشه، آنچه که او میگه به واقعیت، در تفکر افلاطون سایه بود. او سایه که میگه در اون مثال غار افلاطونی، این سایه که منظور سایه فیزیکی نیست، یعنی همین اشیا، اصلا واقعیت رو تلقی نمیکرد. به همین دلیل جهان واقعی در نگاه گذشتگان ما عدمه. عدم دو تا معنا داره، یکی عدم این شی، عدم این دیوار، عدم وجود این صندلی، و یکی اصلی نامتعینه که به هیچ تعین تن نمیده و به هیچ صفتی موصوف نیست. حتی این امر تعین ناپذیر رو به صفت وجود هم نمیشه تعین بخشید. هگل
میگه وجود و عدم یک، وجود مطلق و عدم مطلق یک. هایدگر اوج تفکر دوران جدید در کتاب پرسش از تفکر چیست، ما رو به تفکر در عدم دعوت میکنه. اما 700 سال پیش مولانا این اندیشه رو قبل از هگل و قبل از حافظ و قبل از هایدگر در اختیار من قرار داده. برای اونها هستی خودش نوعی فعلیت عدمه، به شرط که عدم رو به معنای متعارف نفهمیم. اونها به ما میگن آدمیان در سطح فطرت اول در سطح موجودات زندگی میکنن و به آنچه فراتر از آنه دسترسی نداره. ما همین مظاهر رو به منزله واقعیت نهایی میپنداریم، غافل از این که این عدمه که خودش رو در صورت این موجودات جلوه میکنه. نگاه بشر رو باز میکنه، افق رو بی نهایت گشوده میکنه این جمله. بعد تو فکر میکنی دوره جدید افقش خیلی گشوده است، جهان محدوده به همین امر فیزیکال. بعد اونها در توهم بوده. این شعر مولاناست، این عدم خود چه مبارک جاییست که مددهای وجود از عدم است. داره نگاه تو رو به یک امر بیکران گشوده میکنه، افق خیلی بیکران میشه. این حقیقت یک امر تعین ناپذیره، هیچ کس نمیتونه مدعی تصاحب این حقیقت تعین ناپذیر باشه. من نمونه زیاد داشتم. حافظ: ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست، هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. ببینید چه درکی از حقیقت داره، تو رو چقدر در برابر حقیقت بزرگ میکنه. هیچ سیستم حقیقتی نمیتونه این حقیقت رو به اسارت در بیاره و به دنبالش تو رو اسیر بکنه. تو مگه از اسارت رنج نمیبری؟ نمیخوای فریاد بزنی؟ اما این تاریخ تو نیست که تو رو به این اسارت کشونده. ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست، هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. تمام سیستم های حقیقت با این حکمت، با این اندیشه فرو میپاچه. در این جهان سرد و فسرده، در این جهان بیمعنا که این بیمعنایی زندگی بشر رو تهی کرده و به دنبالش انسان رو به بردهایی تشبیه به اصطلاح شبیه کرده، گله به تعبیر نیچه، آدمی روی کره زمین نیست، همه گله، همه اسیر این نظام ها و ساختار ها هستن. این حکمت به تو چیز رو نشون میده، عشق رو در تار و پود هستی نشون میده. از نخستین لحظه ازل این جهان با پیمانه عشق سرشته شده. معنای دیگری داره به جهان میده، معنای دیگری به زندگی میده. نگاه کنید حافظ چی میگه: نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود. قبل از اینکه دو جهان باشه عشق وجود داشته. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. حکمت ما مغاک هستی رو نشون میده. این هستی یک مغاک گذرا فناپذیر، اما او به ما کمک میکنه از مغاک این هستی گذرا و فناپذیر عبور بکنیم و انسان رو در فراسوی این مغاک در ذات خود هستی تقرر میبخشه. به من کمک میکنه در یک امر تعین ناپذیر خانه بکنم. حافظ: خوش عروسیست جهان از ره صورت، لیکن هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد. جمیله ایست عروس جهان، ولی هش دار که این مخدره در عقد کس نمی آید. مجو درستی عهد از جهان سست بنیاد که این عجوز عروس هزار داماد است. تجربیات زیسته اصیل درباره انسان و جهانه. این شعر روبر نیست، شعر به معنای تخیل. اصیل ترین آگاهی ها در مورد نسبت من با این جهان فناپذیره. بعد این مغاک جهان رو به من نشون میده. بعد نوعی آتش اشتیاق و رهایی رو
در من ایجاد میکنه در طلب بازگشت به موتن اصلی، و این آتش بیشتر میشه. مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طایر قدسم از دام جهان برخیزم. داره رهایی میده. در عمیق‌ترین معنای اونتولوژیک کلمه، رهایی رهایی سیاسی نیست، رهایی از دل این ظالم و ظالم نیست، رهایی از دل این نظام سیاسی، از دل اون نظام سیاسی نیست. این حکمت عشق رو بنیاد جهان و غایت جهان میدونه، بس خاطره ازلی صحبت میکنه، جوری انسان رو تصویر میکنه که از نخستین لحظه آفرینش تا آخرین لحظه جهان انسان این خاطره رو میبینه. انسان خیلی اوج میگیره. باید فلسفه خونده باشی، باید فلسفه خونده باشی، باید فیزیکالیسم رو تجربه کرده باشی که انسان با شهوت پدر مادر آغاز میشه و با مرگ تمام میشه. انسان یک آن کوتاه در میان دو حوزه تاریکه، اونم یک امر تصادفی، یک سنگ تیپا خورده، و این به تو بینشی میده، تمامی جهان رو جلوی روت میاره و تو بزرگ میشی. گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما، سایه دولت بر این کنج خراب انداختی. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد، تا روی در این منزل ویران نهادیم. تمام جهان رو بر اساس کرشمه جادو عشق داره توصیف میکنه. تا سحر چشم یار چه بازی کند باز، بنیاد بر کرشمه جادو نهادی. در تفکر کانتی دکارتی، انسان آنچنان این کپسولیت میشه، یک کلوز اگو میشه، یک من بسته میشه. در کانت من فقط محصور پدیدارها هستم، فقط فنومن می‌بینم، در مورد نومن هیچ چی نمی‌دونم، چون آن سوی آگاهیه. اما اینجا به انسان آنچنان قدرت ترانسندنس می‌بخشه، و انسان یعنی ترانسندنس، انسانی که افقش محدوده خودش هم محدوده، انسانی که افق گشوده است خودش هم گشوده میشه. این ترانسندنس تمام جهان رو در بر می‌گیره از ازل تا ابد. حافظ از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه سود، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. در یک چنین جهانی، در این اپیستمولوژی، عشق قانونی ترین مفهوم در خرد ایرانی، حافظ و مولانا سرایندگان قصه عشق هستی هستند. اصلا شاهکارهای عظیم ادب فارسی، یعنی دیوان شمس و دیوان حافظ، بیان قصه حرکت درونی روح انسان به سوی معبود بزرگ هستی هستند. و در اینجا خرد ایرانی به مسیحیت خیلی نزدیک میشه. مسیح هم معنای جهان رو عشق دونست. اما مسیح وقتی از عشق صحبت میکنه، عشق همسایه است، عشق انسانیه، همسایت را دوست بدار. اما خداوند رو به منزله پدر میبینه. اما در حکمت ما وقتی از عشق صحبت میشه، از بانوی ازلی وجوده. تمام دیوان حافظ عشق ورزی با بانوی ازلی وجوده، با پدر نیست، با معشوقه. این عشق رنگ و بوی تندتری داره. ما پدرانم رو دوست داریم، اما معشوق رو، قصه معشوق چیز دیگری است، و این در خرد ایرانی در مسیح نیست. علی‌رغم اینکه مسیح بسیار بزرگه، علی‌رغم اینکه ما به مسیح بسیار مدیونیم، اما عشق در حکمت من، در حکمت تاریخی من، رنگ و بوی داره که در مسیحیت نداره. اینجا صحبت از یک عشق کیهانی و اونتولوژیکه، اونجا صحبت از یک عشق انسانیه، خیلی فاصله است.
مولانا در دیوان شمسش و همچنین در مثنوی، ولی به خطوط در دیوان شمس نشون میده چطور انسان با ضرب آهنگ‌های جنون‌آموز درونی میتونه ترانسندنس داشته باشه. و این درست نقطه مقابل سوبژکتیویسم متافیزیکی جدیده که راهی به بیرون از آگاهی نمیبره. و امروز از من دانشجوی فلسفه بپرسید، خواهم گفت مهمترین پرسش متافیزیکی روزگار ما اینه که آیا راهی برای برون شد از سوبژکتیویسم جدید وجود داره یا نداره. اگر انسان باشه و فقط انسان و آگاهی خودش، نیهیلیسم و بی‌معنایی و مرگ اخلاق نتایج این سوبژکتیویسمه. کسی عظمت‌های حکمت ما رو میفهمه که این سوبژکتیویسم و این نیهیلیسم رو در جانش تجربه کرده باشه. دکتر میری زمزمه میکنه، من شرط کرده بودم که یا نمیام یا بیر. من چند تا دیگر بگم. این استعلا رو در خیلی جا میبینیم. خرد ایرانی یعنی نیوشایی انسان از وجود. انسان نیوشای هستی است. انسان به ندای هستی گشوده است و این رو در زبان اسطوره‌ای میگیم انسان به سروش غیبی، سروش غیبی رو میشنوه. در آثار، در اشعار ما، در اشعار ما این سروش غیبی رو میبینیم. مثلا کیخسرو، کیخسرو در واقع ندایی بهش میگه که سلطنت رو رها کن و اون این ندا رو و این ندا رو لبیک میگه. این سروش رو ما در فرهنگ خودمون جبرئیل رو داریم، در فرهنگ مسیحی روح القدس رو داریم، حتی در یونان هم داشتیم. دوستانی که فلسفه خوندن میدونن اگر رساله آپولوژی رو بخونید، اونجا سقراط میگه که یه چیزی میگم که شما نمیتونید بفهمید، چنان که بشر امروز هم نمیفهمه، روشن فکر ما هم نمیفهمه. دوستانش به سقراط گفتن فرار کن میکشنت، گفت سروش غیبی اجازه نمیده. امروز برای ما که اسیر جهانبینیه علمی جدید هستیم، این یه خرافه به نظر میاد. دستا که بیانگر آگاهی بسیار بسیار اصیلی است. ما با این جهان میتونیم منادات داشته باشیم. جهان با ما حرف میزنه. این نظام هستی نسبت به آگاهی من و نسبت به کنش من بی‌تفاوت نیست. از عمیق‌ترین لایه‌های وجود انسان و از ژرفنای هستی حقیقتی با انسان سخن میگه. و اگر این سخن از زندگی انسان رخ بربنده، معنا از جهان رخ بربست خواهد بست و انسان سردرگم خواهد شد. اما این عمیق‌ترین آگاهی اونتولوژیک خود رو به زبان اسطوره نشون میده، سروش غیبی. این سروش غیبی یه قصه است، یک نحوه بیانه. اما پشت اسطوره ها که میدونیم دیگه، با عقل روشنگری اسطوره ها رو نگاه نمی‌کنیم. پدیدارشناسا به ما گفتن اسطوره ها بیان حقایق ناگفتنی به زبان مرئی و به زبان ملموسه. در خرد ایرانی انسان یعنی درد اشتیاق، انسان یعنی جدایی. و خرد ایرانی دعوت بازگشت به وطن. از هایدگر بگم که امروز هوملس بودن، بی وطن بودن بزرگترین درد بشره. بشر وطن نداره امروز. همه ما این چند تا بیت رو میدونیم. بیانگر روح حکمت ایرانی است. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اینها شعر یا اینا خودآگاهی است؟ این عقل متافیزیکی نیست، اما این خرد ایرانی است، این عقل ایرانی است و بسیار در اوج، بسیار در اوج. جهان سرشار از تناقضه. هگل میگفت کار فلسفه
سیطره به تناقض هست. نیچه میگفت نهایت تفکر سازگاری با جهان. و حکمت ایرانی به من میآموزه چگونه با تناقض‌ها بر تناقض‌ها فائق بیام، چگونه بر تعارض‌ها فائق بیام. نگاه کنید، عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بلعجب من عاشقم این هر دو زد. آنچه که نیچه داره خودشو به در و دیوار میزنه، هگل داره خودشو به در و دیوار میزنه، این حکمت در اختیار من داره قرار میده. چگونه میتوانم بر تعارض‌ها فائق بیام؟ در وجود انسان، انسان شناسی دوره جدید فقط یک انسان شناسی است. اما معلوم نیست انسان شناسی یگانه نوع انسان شناسی باشه. ما انسان شناسی دیگری داریم و در حکمت ما در وجود انسان حقیقتی هست که متافیزیک درکش نمی‌کنه. و اون قلبه. این قلب همان چیزی است که کیرکگور ازش به اگزیستانس تعبیر می‌کنه و همان چیزی است که هایدگر ازش به داساین تعبیر می‌کنه. در آنتروپولوژی تصویری از انسان ارائه میشه، فقط میتونم بسیار شورانگیزه. انسان خود بنیاد نیست، انسان محور هستی نیست. سعدی میگه تو قائم به خود نیستی یک قدم، ز غیبت مدد میرسد، ز غیبت مدد میرسد دم به دم. من حرفای فقط عناوینش رو میگم، اینکه انسان با خود، انسان با خود وجود همسرشتی داره. و این درست نقطه مقابل ماتریالیست، فیزیکالیست و ناتورالیسم دوره جدیده. بی‌نهایت فاصله داره. انسان در کنار آفریدگار و شأن و جایگاه انسان در جهانه. انسان پاسبان وجوده، پاسبان هستی است. آنچنان که هایدگر میگه و در اشعار مولانا هست که پاسبان نمیخوابه. پاسبان باید، چون میری اینجا نشسته، هول شدم که زود تمام بکنم، اشعار رو میتوانستم براتون بخونم. خرد ایرانی همواره در جبهه پاکی و راستی و روشناییه. انسان یگانه حامل عشق در این جهانه. همه شنیدید آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. انسان شأن و جایگاهی در این جهان داره. یکی از مسائل متافیزیک امروز اینه که انسان در روزگار ما بی اجر، انسان شأنی نداره، یک سنگ تیپا خورده. و در اینجا انسان در واقع موجودی است که پاسبان وجوده، به تعبیر هایدگر. این شعر مولانا، ای عاشقان هنگام کوشت از جهان، در گوش جانم میرسد تبر لهیر از آسمان. ای دل سوی دلدار شو، ای یار سوی یار شو، ای پاسبان بیدار شو، خفته نشاید پاسبان. این چیزیست که هایدگر میخواد به من بگه. انسان نگهبان وجوده، انسان پاسدار وجوده، انسان شبان وجوده. من هایدگر رو میفهمم. من برخلاف آنچه که ممکنه دوستان بیان کنم، من هایدگر رو میفهمم چون قبلا پای درس مولانا بودم. من مولانا رو هایدگریش نمی کنم، من با هایدگر هم زبانم چون در این حکمت بار اومدم. مفهوم تقدیر و امر احاطه کننده که چطور بشر اسیر این تقدیره، اما این تقدیر با حماسه همراهه. به هیچ وجه این تقدیر به مفهوم جبرگرایی و تن دادن به پوفیوزی و بی‌تفاوتی نیست. و چطور مفهوم تقدیر با مفهوم خیشکاری همراهه و حماسه از دلش بیرون میاد و مرگ چهره خودش رو میبازه. اینکه خرد ایرانی با اخلاق چه میکنه و چه بنیادی برای اخلاق میشه، فقط یکیشو بگم، چگونه با این خرد ما از کثرت ها میگذریم و نوعی وحدت با دیگری، وحدت با همه جهانی ها پیدا میکنیم. این اشعار رو نگاه کنید، در مورد سرشت انسانه. بر اساس این نوع انسان شناسی چگونه مواجهه با دیگری میاد. این مولانا، نه از خاکم نه از آبم نه از بادم نه از آتش، تمام عناصر اربعه رو نفی میکنه.
نه از عرشم، نه از فرشم، نه از کونم، نه از کانم. و چی هم؟ یک بارقه ازلی از نفس وجود در واقع در وجود من هست. من از صنف نفس الرحمن هستم. نتیجه یک چنین انسانی عبور از کثرت‌ها و به رسمیت شناختن دیگری است. سخن ابوالحسن خرقانی به یاد بیارید. آن کس که به این سرایت نانش نامش نپرسید، آن کس که در سفره حق به جان ارزد، در سفره ابوالحسن به نان ارزد. این شعر رو نگاه کنید، مولانا چگونه از این کثرات عبور میکنه. چه تدبیره ای مسلمانان که من خود را نمیدانم، نه ترسا نه یهودم من، نه گبرم نه مسلمانم، نه شرقیم نه غربیم، نه بریم نه بحریم، نه از کان طبیعیم نه از افلاک گردانم. بعد بر اساس این چه تساهل و آزاد منشی شکل میگیره حافظ. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارن، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. بعد بر اساس این نقد اجتماعی صورت می گرفت. تمامی نیروهای سرکوبگر بر اساس این حکمت نفی می شد. در اشعار حافظ، در اشعار مولانا، در واقع قلب و دقل بزرگترین گناه اینه که در کار داور دخالت بکنی. جریان طبیعی امور رو، حجاب و شرابخوار، اینا گناهان بزرگ نبود. اینکه به خودت اجازه بدی در مورد دیگران قضاوت بکنی و جوشش آزادانه مردم رو محدود بکنیم. او میگفت، این حکمت به من میگه، همه انسان ها محل تجلی اسما و صفات خداونده. به همین دلیل حافظ میگه، چه کسی میداند در پس پرده که خوب است و که زشت. این مذهب، مذهب عشق، مفهوم بهدینی و بدآیینی، دو مفهوم کلیدی در شاهنامه فردوسی. سیاوش و کیخسرو نمادی از بهدینی هستند و جمشید نمادی از بدآیینی. بدآیینی چیه؟ جمشید میگفت تمام جهان منم. من همینجا بحثم رو تمام کنم. حرفای دیگه هم بود، خیلی بیشتر بود دیگه، پر حرفی کردم. خوشش بخواهم.